Lord بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه بدنكين شرط هست در این که کسی که فاعله مستحق مدح و ثواب بشه این که اون واجب رو انجام بده و واقع کنه به جهت وجوبش یا برای وجه وجوبش مثلا اگه میخواد نماز بخونه صرفا برای ورزش کردن بخونه یا میخواد به حج بره صرفا برای تفریح و دیدن مثلا آثار باستانی مثلا مکه و اینها اگه صرفا به این نیت باشه این باطله و مستحق مدح ثواب نیست بلکه باید به جهت این باشه خدای تعالی بر من واجب کرده و من میخوام امر خدا رو اطاعت و فرمان بلی کنم یا اینکه به که رفتن به حج مصالح و فوائدی داره و نماز خواندن مصالح و فوائدی داره و خمس دادن مصالح و فوائدی داره و من برای اینکه خدا مرا امر فرموده که اون فواید رو به دست بیارم لوجه وجوبه اون وجهی که خدا واجب کرده است این امور را بر ما که دارای مصالح و مفاسدی هستند و کذل مندوب یفعل له لندبی او لوجه ندبه و اگه میخواد نماد شب بخونه دقیقا برای همین باشه که خدا مستحبش کرده یا اینکه خدا به جهت مسالحی که در این نماز شب هست اون رو واجب کرده ولی اگه کسی همینجوری مثلا برای تفریح و برای نمیدونم خدمت شما عرض شد که فقط نفس خودش میخواد یک کار مستحبی رو انجام بده او دیگه سواب و مدح نداره یه وقت برای رضای خدا سفری میندازه و مردم رو بهشون احسان میکنه یه وقت نه همینجوری برای تفریح خودشه برای سرگرمی خودشه هیچ ربطی به فرمان خدا و رضای خدا و در نظر گرفتن خدا نداره در اینجا دیگه این مستحق مدح و ثواب نیست و کذا فی ترک القبیح یترکو لکونی ترک قبیحین او لوجه ذالک اگر ترک قبیحی میکنه مثلا ظلم نمیکنه یا شراب نمیخوره به خاطر همین که عرض کردیم یعنی نیتش درست باشه ول اخلال بالقبیح لکونه اخلالا بالقبیح همچنین اگر آمدیم و یک امر زشتی را و قبیحی را کنار گذاشت به خاطر این باشه که این واقعا کنار گذاشتنش کار خوبیه فانه لو فعل الواجب او المندوب لا لما ذکرنا اگر بیاد یک کار واجب یا مندوبی رو انجام بده نه به اون جهتی که ما عرض کردیم لم یستحق مدحا ولا ثوابا علیه ما مدح و ثوابی نداره نه مدح داره و نه ثواب داره مثلا اگر یه نفر بیاد به خاطر امر شما و فرمان شما باغ شما بستان شما رو آبیاری کنه آباد کنه خب مستحق مدح و ثواب میشه ولی اگه یه نفری اومده همینجوری برای تفریح خودش برای سرگرمی خودش اومده تو باغ شما یه کاری هم انجام داده خب از شما دیگه نمیتونه چه مدح و ثواب و مزدی بخواد و کذا لو ترک القبیح غرضن آخر من لذت او غیرها لم یستحق المدح و ثواب همچین اگر آمد نه اینکه اصلا نیت خدا نکرده اونجا نیت خدا نکرده بود اینجا اصلا نیت خدا که نکرده صرفا به خاطر لذت نفس خودشه یا برای ریاست که مردم مثلا خوششون بیاد اینجا مستحق مدح و ثواب نیست و دلیل و علی استحقاق ثواب به فعل طاعه خب اصلا کی گفته که کسی بیاد اطاعت خدا بکنه خدا باید مدح و ثوابی براش در نظر بگیره این دلیلش چیه؟ می دلیل اصل مطلب اینه که انها مشقتون قد الزمه الله تعالی المکلف این یک مشقت و رنجی است که مکلف بر خودش هموار کرده و خدا او رو الزام کرده که این کار را انجام بده همانطور که اگه من کسی رو بیارم که باغ و بستان من رو آبیاری و آباد بکنه خب من او رو به مشقت انداختم باید مزدشو بدن فا لم یکن کان عبثن اگر خدا هیچ غرضی نداشته از این نماز و روزه و خمس و حج و جهاد و صوم و سلات خب این میشه چی؟ این میشه عبس و ظلم همینجوری مثلا من یه نفر رو بیارم بگم برو توی بیابان یک مقدار خاکار از این طرف بریز به اون طرف بعدم بیا خونتون خب این کار عبسیه و ظلمیه حالا من مزد به اون نمیدم چون فایده ای نداره و اصلا چرا کار عبس انجام دادم و هو قبیح لا یستر عن الحکیم و این کار قبیحیه هیچ آدم عاقلی نمیاد یه نفری رو بگه برو تو بیاون سنگا رو همینجا علکی جا به کن بریز این طرف باز بریز اون طرف باز بریز طرف باز بریز اون طرف, طرف, طرف بعدا بیا خونتون بعد بگن خب مزدشو بده بگه خب یه کار لغوی انجام داده کار مفیدی نداره انجام نداده برای چی مزد بدم میگن خب تو گفتی انجام بده مگه تو حکیم نیستی مگه تو خودت مجنونی که او رو به کار باطلی واداشتی و امکان لغر از ولی اگر بگیم نه یک قرضی خدا از این عوامرش و تکالیفش داشته فا مل اضرار و هوا ظلمون یا خدا میخواسته ما رو به ضرر بندازه باز میشه ظلم و ام نفع یا این که نه میخواسته خدا ما به یک منافعی برسیم از این عبادات و هو اما ان یصح حل ابتدا او اولا خب اون نفعی و مزدی که خدا میخواد بده یا این که به طور ابتدایی میشد بده یا نمیشد باید حتما در عوض فعل اختیاریمون بهمون میداد تا اون لذت های کامل حاصل بشه و اول و باطلان اگر قرار بود که بدون اینکه تکلیف انجام بدیم و به اختیار خودمون حرکت کنیم ممکن باشه که آفرین آفرین بگن مدح کنن خب باید همون کار را انجام میدادن دیگه معنایی نداشت که بیان کسی رو چه دو به زحمت هم بندازن و الا لزم العبس و فت تکلیف چون اگه قرار باشه که اون ثواب ها و معده ها به خودی خود حاصل میشد بدون تکلیف پس این تکالیف همش چیه؟ لغو بود در حالی که خدای تعالی کار لغو انجام نمیده و الا لازم العبث و فت تکلیف و ثانی هو المطلوب پس راهی نمان جز این که بگوییم خدای تعالی ما را تکلیف کرده به خاطر اقراض و اهداف و ثوابهایی و منافعی که بهش دست پیدا کنیم و ذالک النفع هو المستحق بالطاعت المقارن للتعظیم این همون نفع است که ما استحقاقش رو پیدا کردیم به خاطر طاعتی که انجام دادیم و این نفع مقارن با تعظیم و مدحه و اجلال و گرامی داشت و بزرگ داشت شخص فاعله فا انهو یک به حال ابتدا و به این همینجوری یک کسی رو که هیچ نیت خیری نداشته کار خیری انجام نداده ما تعظیم و اجلالش کنیم مثلا بریم به یک فرض کنیم گوسفندی رو بگیم جناب گوسفند به به آفرین بر تو آفرین بر تو که علف میخوری و این چه فایده ای داره یا مثلا یک آدمی که مثلا دیوون است دیونه همینجوری میاد سنگا رو جابجا جا میکنه بعد بگیم به به آفرین بر تو خب او از عقلش استفاده نکرده که آفرین نداره خب یه قضا بهش بدیم خوبه خب بله بده قضا بهش بده ولی قضای با آفرین خیلی ارزشش بالاتر از اون قضایی که همینجوری بدون آفرین بهش بدیم لَأَنَّ تعظیم من لا یستحقه قبیحون زیرا تعظیم و بزرگ داشته کسی که استحقاقش رو نداره چیزی قبیحیه مثلا من بیا عرض کردم یه آدم دیوونه ای رو همینجوری هی بگم آفرین آفرین, آفرین که دیون بازی در میاری خب این تعظیم و اجلال نداره میگه خب یه قضا بهش بدیم اشکال نداره قضا بده بهش ولی تعظیم و اجلالش کار غلطیه و بارها عرض کردیم اصلا بر فرض هم که ما بگیم خب تعظیم و اجلال نکنن همینجوری یک نفع و ثوابی و سفره تو بهش بندازن برای مردم گفتیم بله این قبیح نیست اشکالی نداره اون تعظیم و اجلالش بیوجه و قبیح عقلن اما اینکه یک نفعی برسونن اشکالی نداره اما اون نفعی که در ازای عمل اختیاری داده میشه لذتش فوق العاده است قال و کذا یستحق العقاب و الذم به فعل قبیح و اخلال بالواجب لشتمالی علی اللطف و لسم همون جور که گفتیم کار طاعت و خوب و واجبات استحقاق مدح داره همین جور هم کسانی که فعل قبیح انجام بدهند چه استحقاق مذمت و عقاب دارند و همین گونه استحقاق عقاب و مذمت عقلی پیدا می شود با فعل قبیح کسی بیاد به مردم ظلم کنه کارهای قبیح انجام بده ولی اخلال به واجبات رو رها کنه چیزهایی که باید انجام میداد انجام نده مثلا باید بچهش رو تربیت کنه بچه رو به دنیا آورده رها کرده رفته بچه معتاد شده دو شده آدم کش شده خب تو اخلال به واجب کردی عقل در اینجا حکم میکرد که بچه را آوردی چه شما مواظبش باشی تربیتش کنی حقی است بر گردن تو تربیت فرزند و شرعا هم مسئول هستی و عقلا هم وظیفت الاجتماع علی اللطف و لسم چرا به خاطر اینکه این, که این سواب دادن و اقاب کردن مشتمل بر لطفه یعنی لطف الهی اقتضا میکنه که ما را همینجوری مثل حیوانات رها نکنه که هر کسی هر کاری دلش میخواست بکنه و خدا باید ما رو به طرف خوبی ها و ترک بدی ها دعوت میکرد و وامی داشت و اون هم جز با قرار دادن ثواب و عقاب ممکن نبود این دلیل اول و دلیل دوم لسمع به خاطر اینکه ادله سمعیه داریم که در مقابل کارهای خوب مدح و ثواب دارید و در مقابل کارهای بد عقاب دارید اقول کما ان الطاعت سبب لاستحقاق الثواب فکذل معصیتو و هی فعل القبیح و ترک الواجب سبب لاستجاب العقاب لوجهین میفهمن همونطور که طاعت سبب استحقاق ثواب است همون جور هم معصیت که فعل قبیح باشه و ترک واجبات باشه سبب واجب شدن و لازم شدن عقابه به دو دلیل احدهما ما عقلی جون کما و ذهب الیه جماعت العدلیه یکی از اون دو وجه عقلی است همانطور که عدلیه این مطلب را فرموده اند عدلیه یعنی امامیه و معتزله ای که اینها را از ما گرفتن که قائل به حسن و عقلی هستند ولی اشعری ها که اصلا حسن و عقلی را قبول ندارند دیگه براش اینا مهم نیست بگی خب انسانهایی باشند به فرمان خدا سالهای سال زحمت بکشند بعدم خدا رو همینجور پرت چون کنه توی بیابون نابود بشن خب از نظر یک سنی اشعری این اشکالی نداره و تقریرو ان العقابه لطف و لطف واجبون تقریرو بیان مطلب اینه که خب عقاب لطفه یعنی موجب میشه که انسان ها به خوبی ها نزدیک بشن و از بدی ها دور بشن بلکه عرض کردیم لطفی که در اینجا میگن نه به معنای صرف لغتی آره لطفی کرده باشه نه خیر یعنی یک امری است که ما را به خوبی نزدیک میکنه و از بدی دور میکنه و باید باشه عقلا اگه نباشه قبیحه یکی از اقسام لطف اونیه که حتما لازمه و نباشه اصلا کار از ریشه باطل می شود و تقریره ان العقاب لطف و لطف واجبون تقریرش اینه که به این معنایی که عرض کردیم لطف چیه امر واجب و لازم است نه اینکه صرف یک حالا اگه انجام شد شد نشد نشد اما صغرا فلان المکلف اذا عرف ان مع المعصيه يستحق العقاب فانه یبعد عن فعله ها و مقدمه اول دلیلش اینه که مکلف وقتی که بدونه اگر معصیتی انجام میدهد مستحق عقاب میشه خب در این صورت او دیگه چیه دور میشد از فعل اون قبائح و یقربو و فعل زده ها و به فعل ضد قبائح که حسنات باشه نزدیک میشه و هو معلوم قطعا این یک امر واضحیه بلکه ما بارها عرض کردیم نه که صرف قرب و بعد باشه اصلا تا اینها را خدا نگه و این صحاب عقاب ها نباشه واقعا کسی چیه نمیاد دنبال حقیقت و راستی با این همه عذاب و عقابی که خدا قرار داده تازه مردم همیشه دنبال گناه و معصیتن وای به روزی که اینم نباشه و اما کبرا فقط تقدمت اما مسئله کبران که وقتی چیزی اینقدر فواید داشته باشه و نبودنش ضرر داشته باشه قطعا خدا اون رو انجام میده از ثانی سمعی دلیل دوم وجود ثواب و عقاب سمعیات و هو الذی ذهب الیه باقل عدلیان این مطلب که خب ما از روی شریعت میفهمیم این رو کیا گفتن اون عده دیگه از عدلیه ای که عقلی قبول نداشتند و همچنین مثلا اشعری ها از این جهت قائل میشن و هو متواتر معلوم من دین النبی صلی الله علیه و آله میگید خب حدیث و آیه و دلیل بیارید برامون که در کار خوب ثواب است در کار بد عقاب میگن چون این چیزی لازم نیست این مذهب متواتر و قطعی است در دین پیامبر نیاز به خواندن یک ای آیه و روایتی نداریم إذا عرفت هذا فنقول بعد زين مقدمه خواهیم قوف ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتزي استحقاق ذم ولا عقاب بل المقتزي لذلك هو فعل القبيح أو زد فعل الواجب وهو تركه وهو و قد تقدم بیان و ذالک بعد از این مقدمه که ما گفتیم باز اینجا یه عده حرفای دیگه ای زدن جماعتی گفتند که اخلال به واجب که مستحق زم و عقاب نیست باید شما بچه تا تربیت میکردی حالا که نکردی خب نکردی دیگه باید خدا تبارک و تعالی چیه ما را مثلا اذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعتون الى ان الاخلال بالواجب لا از استحقاق و ولا عقاب بعد از اون مقدمه که عرض کردیم یه عده گفتن که اخلال به واجب خودش مقتضی استحقاق زم و عقاب نیست حالا کسی بچهش رو تربیت نکرده نرفته که بچه رو بگی بره کار بد انجام بده بله اگر بچه رو دعوت به بدی ها میکرد و میبرد به کارهای خلاف وامی داشت اون مستحق زم و عقاب بود ولی صرف اینکه که وظیفهش انجام نداده و تربیتش نکرده این که استحقاق زم و عقاب نداره بلکه مقتضی زم و عقاب فعل قبیحه یعنی بیاد چیکار کنه بیاد او رو ببره هروینیش کنه ببره معتادش کنه ببره کافرش کنه او ضد فعل الواجب یعنی اینی که واجب بود بر او تربیت صحیح کنه بیاد تربیت غلط بکنه ولی اگه همینجور رهاش کرد و وظیفه انجام نداد اشکالی نداره و صرفا ترکش کنه و قد تقدم بیان و ذالک قبلا هم اینا رو گفتیم قال ولس تبعاد فی اجتماع الاستحقاقین به اعتبارین میفرمایند که اینها دلیلی آورده اند که تبیین میکنیم و در جوابشون خواهیم گفت که هیچ بعدی نداره که دو تا استحقاق ثواب و عقاب با هم دیگه جمع بشن به دو اعتبار یعنی چی اشکال اونا چی بوده قال این مطلبی بود که جواب دادن اقول و جواب عن حجت من منع من کون الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذم میفرمان اینی که مرحوم خواجه فرمودن این جواب از یه سوالی و استدلالی که اونها کردن اونها یک دلیل آوردن یک استدلالی کردن که بر اساس اون دلیل و استدلالشون معنع کردن از اینکه که اخلال به واجب هم سبب استحقاق زم باشه چون مرحوم خاجه فرمودن که اخلال به واجب هم خودش چیه؟ سبب استحقاق زمه اینا گفتن نخیر صرف اخلال به واجب برای استحقاق زم کافی نیست بلکه باید چیه؟ باید فعل قبیح رو هم انجام داده باشه و تغییر او ان لو کان ذالک سببا دلیل اونها چی بوده اون دلیلی که ما قبولش نداریم دلیل باطل اونها این بوده تقریر ان لو کان ذالک سببا و الاخلال بالقبیح سبب للمدحه لکان المكلف اذا خلا من الامرین مستحقا للذم والمدح. اینا گفتن اگه ای قرار بود صرف همین مطلب کافی باشه اینه که طرف چه؟ طرف بیاد وظیفهش انجام نده یا از اون طرف صرف همین مطلب کافی باشه برای استحقاق معده از این طرف هم صرف ترک کردن چه؟ کافی باشه برای زم مثلا فرض کنید که یه نفر باید بچهش رو تربیت میکرده خب تربیت نکرده رها کرده یه نفرم باید شراب نمیخورده خب نخورده خود به خود اون قبیح رو انجام نداده و این واجب رو هم ترک کرده اگه قرار باشه خود همین دوتا کافی باشه برای استحقاق مدح و زم لازم میاد چون شراب نخورده صرفا شراب نخورده اصلا خوابیده شراب نخورده باید مدحش کنن و از این طرف چون چیه؟ چون بچه رو تربیت نکرده اصلا کاری بهش نداشته رفته خوابیده باز باید زن کنند پس در آن واحد یک نفر باید همچی استحقاق مده داشته باشه هم استحقاق زم داشته باشه و این چیه؟ با هم دیگه جمع نمیشه این استدلال اینها باشه لکان المکلف اذا خلا من الامرین مستحقا للذم والمدح وقتی که آدم رف خابید و هر دو رو ترک کرد هم باید مدحش کنن و هم ذمش کنن و جواب جواب اینه که خوب باشه چی اشکال داره میگیم تو به جهت این که شراب نخوردی رفتی خابیدی خب مستحق مدح باشه چی اشکالی داره و از اون طرف بعد بچه رو تربیت می کردی و هیچ رهاش کردی مستحق زن باشی مگه اشکال داره اون اشکال در زمانیه که ما بگیم برای یک کار هم استحقاق مدح داری هم استحقاق زم ولی اگه دو کار با هم دیگه باشه نسبت به یک کار استحقاق مدح داشته باشی نسبت به یک کار دیگه استحقاق زم داشته باشی این که اشکالی نداره دو جهتیه و جوابو لست بعاد فی اجتماع به اعتبارین استبعادی نداره اشکالی نداره که بگیم دو تا استحقاق مدحوزن با هم دیگه جمع شده در شخص واحد فیوزم معلا احده ما و یمده علی الاخر پس میاد مزمت میشه برای این که تربیت کردن بچه را رها کرد و یوم ده به خاطر اینکه شراب خوردن رو رها کرد کما اذا فعل طاعت، به بعض اعضائه و معصیتا به بعض آخر همانطور که اگه یه نفر آمد با یک دستش زکات داد صدقه داد با یه دست دیگه سیلی زد به یتیم ظلم کرد خب اشکال نداره میگیم به جهت این کارت مدح داری و ثواب داری نسبت به اون کار دیگه چیه مذمت داری و اشکال پیش نمیاد قال و ایجاب المشقه رسول الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد